عبدالقادر که 78 بهار عمرش را پشت سر گذشتانده، اما هنوز هم مجبور است که برای خانوادهش کار کند. هرچند او دو پسر جوان و از آنان نواسه هایی دارد، ولی اعتیاد این دو پسر زندگی را برای عبدالقادر در سالهای پایانی عمرش سخت و تلخ ساخته است. با ساعتها کار در روز به واسطه این کراچی تلاش می کند که شب را سیر بخوابند. آره خانه دو اولاد یکی داره ها اپ نفر نون خور خانه دارم از کار آزفه در بازار نیز از کراچون امروز 60 پیا 50 را پیا مرم 30 پیا شو میگره 20 پیا شو میگره آزینار زنجال خانه خراف چیز کار نیز آزنجال زیاد سرمه آز بخی از کما گردم با خدا در یا بازار اگه یه چیز باشه اعتیاد دو جوان در خانواده فریاد مادر را نیز بلند کرده. نشستن زیر سایه درخت پرثمر به نام فرزند آرزوی هر پدر و مادر خاصتاً در روزهای پیری است. اما ناله های این مادر بیانگر نرسیدن به مرام و مقصد است. اینمی چهار پنج سال میشه که اینمی تو کشیده میرن پنج سال خوش دو تا اولادم پیدا کرده. اونمی تو کشیده میره باز پس اینمی تو صبح و شام پس بیه. آقاش هم بطوری سفید کراچیونی برای کار بود که نبود خدمی حال کراچی هم زیاد شدنی غریبی هم زیاد شده وقتی بزید چی هم رسیده باید رقم مشکلات دیگه زندگی را تیر میکنیم. شنیدن قصه زندگی برخی معتادان ساده نیست، آن هم زمانی که دو برادر در اوج جوانی به دلیل اعتیاد معتاد دیگران شوند. مسیر زندگی هر دو به سمت و سوی تاریک. حالا دیگه نمیتی کدن نیو لوگ اشترا بودن دیگه از می نمیتی سیگریت دیگه زدن می کمک چرس مردن بودن مواد همی تر آقا اشترا شدن دیگه اونم باز من که مواد گرفتن دیگه بخی پایسا مایسا کل چیزا از پیش ما رف اونا اچکم که کار منه می سو سر ورم دم مواد مدن دیگه در خانه هم دیگه تو پایسا نم منه که چیز میز بیاریم یا غم خانه رم بخنیم منو در خانه هم بخویم تک تلاش منیم که از اینی منو پایسا بکنیم. حالا ما خوی قسم نداشتیم وقت بود خوب بود کار میکردیم کار بود با بود دست ما در کار بند بودیم شوال چیز نبود وقتی که بیکار شدیم دیگه امی بیادرم امی جا عمل میکرد در خانه امروی مهده اگه جو خواه میکرد باز امی دستو رفیق خواه امیزی کشه بود اگه بچه همی یک شب که در توی میرفتیم در دیگه میرفتیم بود امی چیز میگو بیا که بزنید بود ما خبر نداشتیم که عمل ایتا بعد است اوی بچه هاینده ایمون نقص میکنه همون زدیم مادم میمدیم فیلا مختر شده. در 20 سال گذشته میلیون ها دلار برای مبارزه با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان هزینه شد، اما نتیجه مطلوبی در پی نداشت. برعکس رقم معتادان در افغانستان افزایش یافت و زندگی میلیون ها تن همانند خانواده عبدالقادر به نابودی رفته است. لطیف یعقوبی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، غزنی.